روزنامه ایران گزارشی داره به عنوان بیمارستان‌های کشور فراتر از فاجعه، و در این گزارش اشاره کرده به اینکه شمار بستری شدگان، شمار جانباختگان در بیمارستان‌ها به طرز فجیع بالا رفته. در این گزارش آمده که در بسیاری از بیمارستان‌ها که اساساً تخت خالی وجود دیگه نداره و بیماران در محوطه یا به شکل کف‌خواب، یعنی روی کف بیمارستان پتوی پهن میکنن، بیمار رو در اونجا بستری میکنن و بسیار از بیماران رو هم اساسا پذیرش نمیکنن در بیمارستان ها و این وضعیت رقم خورده که به نوشته روزنامه ایران حالا هر چند روز به فاصله 3 یا 4 روز یک بار رکورد جانباختگان کرونا در ایران شکسته میشه. آخرین موردش به نوشته روزنامه روز 2 روز پیش بود که 620 نفر جان خودشون رو بر اثر کرونا تنها در 24 ساعت از دست دادن. این آمار رسمی بوده و آمار واقعی 3.5 تا 3.5 برابر این تعداد هست. آماری که به گفته خود مقام های وزارت بهداشت، البته گفتن هر آماری رو که ما اعلام میکنیم شما ضرب در 2.5 تا 3 بکنید، یعنی 2.5 تا 3 برابر بشه، به این دلیل که تنها آماری رو وزارت بهداشت اعلام میکنه که تست کرونا مثبت داشته باشه و در بیمارستان دولتی بستری شده باشه. در غیر این صورت جزو آمار جانباختگان کرونا به حساب نمیان. اما روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه اعتماد هست، با عنوان جولان مرگ نوشته که حالا کرونا به مرحله‌ای رسیده که در ایران وضعیتش که مرگ جولان میده و هر روز جان صدها نفر رو میگیره. این روزنامه نگاهی آماری کرده، چند روز پیش هم گزارشی منتشر کرده بود که در اون گزارش تأکید کرده بود روزنامه ایران که شمار واقعی جانباختگان کرونا تا حالا دستکم 194 هزار نفر هست به استناد آمارهای سازمان ثبت احوال که آمار جانباختگان و فوتی‌های 3 سال اخیر رو منتشر کرده. روزنامه اعتماد تأکید کرده بر همین نکته که حالا به فاصله هر چند بود یک بار رکورد شکسته میشه. دفعه قبلی که رکورد شکسته شد به نوشته این روزنامه روز 18 مرداد بود، 588 نفر بر اثر کرونا جان خودشون رو از دست دادن. به فاصله 3 4 روز دوباره رکورد شکسته شد، به 620 نفر رسید. روزنامه اقتصاد سرآمد نوشته که بیماران از کمبود اکسیژن جان میدن. این رو هم به نقل از نماینده نوشهر و چالوس نوشته محمد علی محسنی بدپی که به نوشته این روزنامه گفته که کار دیگه از کمبود تخت و کمبود دارو گذشته، بیماران به دلیل کمبود اکسیژن جان خودشون رو در بیمارستان ها از دست میدن، چرا که دستگاه های اکسیژن ساز ظرفیتش رو محدوده یا بسیار از بیمارستان ها ظرفیتش بسیار پایین هست، کپسول اکسیژن نیست، بیماران که لازم حتما اکسیژن دریافت کنن جان خودشون رو از دست میدن. در این ارتباط در چند روز اخیر مشخص شد که در این شرایط بحرانی با توجه به اینکه اعلام شده که کپسول اکسیژن صادراتش ممنوع هست، اما این کپسول ها دست کم به 2 کشور عراق و افغانستان صادر شدن و چه زدوبندی به هر حال این شرکت هایی که تولید کننده این کپسول ها هستن با مقام های دولتی و حکومتی دارن، در نتیجه این شده که این کار رو انجام دادن. یک روزنامه دیگر هم که در این زمینه گزارش داره روزنامه پیام عسلوی هست، نوشته روزهای تلخ و ناتمام کرونا در بوشهر، و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به این روزنامه یعنی پیام عسلوی گفته که موارد مثبت 10 روز گذشته معادل کل دوره شیوع ویروس کرونا در استان بوشهر بوده، شمار جانباختگان هم همین گونه.